به نام آهنگساز هستی. و درود خدمت همه ارجمندانم که مهر فرمودند، گرم جوشیدند و در این نشست گرده هم آمدند. پیش از اینکه گفتار خودم را آغاز بکنم، پرسش های مطرح شد پیش از آغاز کلاس درباره نشست گذشته که من رو بر این کرد که یک چکیده‌ای خدمتتون بازنمود بکنم در مورد گونه‌گونی بین سه واژه، چون در نشست گذشته اگر خاطرتون باشه در مورد موضوع فریکونسی گفتگو شد و من از واژه وایبریشن سخن به میان آوردم و دوستان از من پرسیدن که گونه‌گونی بین این دو واژه رو خدمتشو بازنمود بکنم. در شناسان کردن این دو واژه من یک واژه دیگه رو به اینا افزون کردم برای اینکه موضوع رو بر دوستان آشکار بکنم. یکی این که واژه oscillation, vibration و frequency و گونه‌گونی بین اینها. oscillation زمانی رخ میده که ما به یک سیمی ضربه میزنیم و زخمه میزنیم و این یک نیروی زیادی رو به اون سیم وارد میکنه و این نیرو از دو طرف سیم پخش میشه، در یک طرف به سمت شیطونک میره و در طرف دیگه به سمت خرک. این رو بهش میگن oscillation. زمانی که این نیرو باز میگرده به نقطه اول، از خرک و شیطونک برمیگرده به جای نخست خودش و البته نیروش هم کمتر شده، بهش میگیم vibration. و زمانی که ما یک pattern یا cycle از oscillation و vibration داشته باشیم، در واقع یک frequency رو خواهیم داشت. این در بازنمود کردن این گفتگو و این پرسشی که نخست دوستان و ارجمندانم پرسیدن. پرسش بعدیشون این بود که واژه تراید رو مشکل داشتن در این که یه مقدار در ذهن بسپارن و لازمه که خدمتتون روی تخته بنویسم. واژه تراید به معنای سه هست. حالا تراینگل، واژه تریپاد، واژه تراید، مشاهده می فرمایید تراینگل که همون مثلث یا سگوش هست، واژه تریپاد به معنای سپایه و تراید گروه ستایی از اصفاد رو هست که حالا خدمتون در نشست گذشته توضیحات بیشتری دارم، ولی حالا ریشه واژه رو میخواستم خدمتون بگم. پرسش بعدی درباره گزینش من روی موضوع های پیچز و لو پیچز بود. همونطور که میدونید، چون پرسش شد که چرا صدای زیر و بم کمتر استفاده شد، واژه زیر به معنای پایین و واژه بم به معنای بالاست و این واژگان در موسیقی در ذهن ما فاسیلایزد یا فسیل شده و به نادرست به کار برده میشه و موجب سردرگمی و گیجی دوستدار موسیقی و علاقه‌مند موسیقی خواهد. این بود که من واژه های پیچز و لو پیچز رو گزینش کردم، چرا که صداهای زیر دارای های فرکانسی و صداهای بم که در واقع به معنای بالا هست ولی میبینیم که به معنای لو فرکانسی هست. این یه مقدار موجب گرفتاری هست که من اونا رو ستردم از گفتگوهام و واژه های پیچز و لو پیچز رو گزینش کردم. خب پایان پرسش ها اینجا بود و در واقع آغاز آموزه امروز. همونطور که آگاه هستید، ما دو سیستم نامگذاری در موسیقی به صورت باب داریم، سیستم الفابتیکال و سیستم نان الفابتیکال. سیستم الفابتیکال یا الفبایی در کشورهای انگلیسی زبان و آلمانی زبان بسیار باب هست و سیستم نان الفابتیکال در کشورهایی همانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا و حتی در کشور ما. اما در روزگاران گذشته زبان علمی دنیا زبان عربی بود، سپس زبان فرانسه و امروزه زبان انگلیسی. این موضوع دانستن سیستم الفابتیکال رو برای ما بایستنی میکنه و در واقع دانایی این موضوع رو جزء جدایی ناپذیر آموزش موسیقی هر دوستدار موسیقی خواهد بود. که من در این نشست مایل هستم
یه گفتگوها و یک کانسپت هایی رو خدمت دوستان بدم که بتونن این حروف رو در ذهنشون پایدار بکنن. استاف و کلف آشنا، تربل کلف. یک سری نوت ها هستن که روی سپیس نوتز میان خطوط جای میگیرن و یک سری نوت هایی هستن که روی خطوط لاین نوتز جای میگیرن. نوت های میان خطوط کار ما رو بسیار ساده و سوده میکنن. چرا؟ زمانی که با سیستم الفابتیکال نام نوت ها رو مینویسیم، F A C و E، اگر نغز بنگریم واژه فیس بر ما آشکار میشه. پس بنابراین اگر من از هنرجوی موسیقی پرسش بکنم که بین خط اول و دوم در تربل کلف چه نوتی خواهد بود، به من به راحتی میگه F، و اگر بگم بین 3 و 4 به راحتی حرف C رو به من میگه و راحت در ذهن جای میگیره. اما در این موضوع درباره line notes ها متفاوت هست. line notes به این شکل میتونیم بازنمود بکنیم: نوت E، نوت G، B، D و F. زمانی که به این حروف نگاه میکنیم واژه خاصی رو نمیتونیم کنار هم قرار بدیم، اما یک کار خلاقانه و نوآورانه هم میشه کرد که Every good boy deserves football. توجه کنید، Every حرف اول Every E، good حرف اول good G، boy deserves football یا fudge. fudge هم میتونیم بگیم، یک شکلات نرم از جنس شیر و شکر و کره و شکلات. پس اگر از هنرجوی موسیقی پرسش بشه که روی خط دوم در تربل کلف چه نوتی خواهد بود، به راحتی پاسخ میده Every good G، و اگر پرسش بشه روی خط پنجم چه نوتی در تربل کلف جای میگیره، حرف F، فوتبال یا فاج رو میتونه نام ببره. خب اجازه بدید بریم به سراغ بیس کلف. استاف و کلید آشنا، بیس کلف. نوت های سپیس نوتس رو براتون نشان میدم: A، C، E و G. میتونیم این عبارت رو نام ببریم: All cars eat grass. All cars eat grass. و در اینجا اگر از هنرجوی موسیقی پرسش بشه که بین خط 3 و 4 چه نوتی جای داره در بیس کلف، نام میبره E. و اگر بگم بین 4 و 5 واژه G رو میتونه در خاطرش نگه داره با واژه grass. البته این یک چیز ثابتی نخواهد بود، ما خودمون هم میتونیم واژه های دیگه ای رو بگذاریم. مثلا روی همین میتونیم بگیم Angry crocodiles eats George. و البته اینو واژه گازی هم میتونیم بگیم. پس اگر از هنرجوی موسیقی بخوام که بین 4 و 5 در بیس کلف چی هست، به راحتی واژه گازی یا هم گازی رو میتونه حرف اول جی رو در ذهنش بیاره، یا واژه بین اگر پرسش بشه بین خط اول و دوم در بیس کلف، Angry واژه A رو میتونه در خاطرش بیاره.